مثال مهم دیگری که در خصوص ارسال کد رمزی برای ایلومیناتی میتوان مورد بحث قرار داد، تأکید شخص دونالد ترامپ و رسانه‌های آمریکایی بر عبارت آسیب مغزی یا برین اینجری برای کشته شدگان یا آسیب دیدگان شدید ناشی از حمله دقیق موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین الاسد بود. همان گونه که می‌دانیم، حملات موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق در پاسخ به ترور وحشیانه و ناجوانمردانه فرمانده سپاه قدس ایران سردار شهید سلیمانی و همرزمانش به دست جلادان آمریکایی صورت گرفت. پس از حمله موشکی ایران، سانسور خبری شدیدی در رسانه‌های غربی ملاحظه گردید و هیچگاه آمار رسمی دقیق از کشته شدگان و مجروحان آمریکایی حاضر در پایگاه عین الاسد از سوی رسانه‌های غربی اعلام نگردید. با این حال، پس از چند روز، دونالد ترامپ مسئولین آمریکایی و حتی رسانه‌های غربی از اصطلاح عجیب و غریب آسیب مغزی یا برین اینجری استفاده کردند. این نکته قابل ذکر است که یقیناً هیچ موشکی هنگام اصابت به اهداف صرفاً در جستجوی مغز افراد نیست تا فقط مغز افراد را هدف قرار دهد، بلکه آسیب‌های متعدد و مختلف منجر به مرگ ممکن است بروز کند که از آن جمله به جراحات قفسه سینه، جراحات شکم، قطع و خونریزی شدید دست و پا، آسیب‌های شریان‌های حیاتی و غیره میتوان اشاره کرد. بنابراین تأکید ظاهراً احمقانه بر عبارت آسیب مغزی یا برین اینجری در خصوص سربازان آمریکایی که در حملات موشکی ایران کشته یا زخمی شده اند نشان می‌دهد که باید به دنبال یک رمز مهم در این عبارات عجیب و غریب باشیم. این رمز زمانی گشوده می‌شود که توجه کنیم که عملیات موشکی ایران علیه نظامیان آمریکایی در پاسخ به عملیات تروریستی سربازان آمریکایی با اسم رمز صاعقه آبی انجام شده است. از قرار دادن عبارت صاعقه به اضافه مغز به این کد رمز می رسیم که در سکانس های اولیه ی انیمیشن مورد اشاره قرار گرفته بود. تصویر مربوط به سکانس مذکور نیز خود ریشه در درخت کابالا و صاعقه خلقت یا Lightning of Creation دارد که با نماد مغز که معرف حکمت کابالیستی است مرتبط می باشد. به عبارت دیگر، اشاره دونالد ترامپ و رسانه‌های مرتبط با وی به آسیب مغزی پس از عملیات تروریستی بلو لایتنینگ پیامی رمزی به اعضای فراماسونری جهانی و ایلومیناتی ارسال نموده است که به آنها اطمینان داده شود که علارغم پاسخ موشکی قدرتمند ایران به نیروهای نظامی آمریکایی، دونالد ترامپ و نیروهای تحت امر وی بر اجرای نقشه‌های آخرالزمانی خود در به ثمر رساندن معامله قرن و انتقال قدرت از ایالات متحده به اورشلیم کماکان مصر هستند. بدین ترتیب این پیام عجیب و غریب نیز رمزی مهم در دل خود داشته است.